من میگم که سردارانی که به آقای خامنه‌ای مشاوره میدن چرا نباید جاسوس باشن؟ که مثلا آقای خامنه‌ای رو با یه تحلیل وابدارن که در روز نخست عید نوروز بره توی مشهد و از تریبون مثلا سخنرانیش آنچنان قرار بگی که ما آنچنان میزنیم که حیفا و تلاویف از روی زمین محو بشن. این مسلمه که تحلیل هاییست که برادران سردار سپاه که برای اسرائیل جاسوسی میکنن روی میز آقای خامنه‌ای میگذارن. از آقای دکتر خزعلی مثل همیشه تشکر میکنم به خاطر فراهم آوردن یک چنین فضای فراخی برای سخن گفتن. ایشون از من خواستن که صحبت کنیم در مورد حضور آقای رئیس جمهور در مجلس. من به ایشون گفتم که من به این مسائل کوچک نمیپردازم. من وقتی میتوانم به مسائل بزرگ بپردازم، اجازه بدید به مسائل بزرگتر بپردازیم. ایشون گفتن بیایید همینا رو بگید. من توی زندان یک سال و نیمی که من در زندان بودم، در یه جایی به بند عمومی منتقل شدم. توی اون اتاقی که من اونجا بودم یک جوانی بود 25 ساله و بسیار زیبارو و در ریاضیات بسیار صاحب شگرد بود. 3 فرمول ریاضی رو به اسم خودش ثبت کرده بود، مربعات و مکعبات آرمان رضاخانی. یعنی الان توی گوگل بزنید این ثبت شده به اسم این جوان. پدر این جوان رو خودش برای این زندان بود که چند تا مطلب از آقای احمدی نژاد منتشر کرده بود، آورده بودنش زندان. پدر این جوان 25 ساله زیبارو رو که اسمش آرمانه، آقای جلال الدین فارسی که یک روزی کاندیدای ریاست جمهوری بود با شلیک تفنگ شکاریش زد کشت و بعد سپرده شد به دادگاه. قاعدتاً باید طبق فرمولهای اسلامی قصاص می شد، ولی به فرمان آقای خامنه ای آقای جلال الدین فارسی رو از یک مرگ حتمی رهانیدند و به خانواده آرمان رضاخانی که عکسش هست، کودکی است در آغوش مادرش، یک ریال هم پرداخت نشد. یه جوانی یه روزی آمد پیش من به اسم سلمان، شاید 19 سالش بود، 20 سالش بود. گفت آقای نوریزاد، من یه روزی قاری قرآن هستم. یه روزی آقای سعید توسی به من گفتش که بیا بریم ترکیه، اونجا قرآن تلاوت کنیم. منم رفتم و توی هتل که بودیم آقای سعید توسی آمد حمام و بقیه ماجرا. شکایت این خانواده به جایی نرسید، صرفا به خاطر اینکه آقای خامنه ای نخواست. این یک سند مستدله. وقتی یک نفر اعتراف میکنه، قاعدتا باید محاکم حقوقی این اعتراف رو مبنای قضاوت قرار بدن. یه روزی که من از زندان آمده بودم منزل، یک سرداری به اتفاق چند نفر آمدن دیدن من. بعد موقعی رفتن گفتم کجا میرید؟ گفتن داریم میریم مجلس ختم محسن روح الامینی. من به این سردار گفتم من اگه اجازه بدید منم لباس بپوشم با هم بریم. این سردار ترسید، گفت نه اجازه بدید ما جلوتر میریم، شما بعدن بیایید. ماجرای کهریزک رو آقای مرتضوی با توصیه شخص مستقیم آقای خامنه ای پدید آورد و فاجعه کشتار سال 88 با مدیریت مجتبی خامنه ای پیریزی شد. پسران آقای هاشمی رفسنجانی وقتی وارد اقتصاد شدند، فضاحت‌های بزرگ اقتصادی پدید آوردند. آقای خامنه‌ای زیرک بود،
پسران خودش رو باز داشت از ورود به حوزه های اقتصادی، اما این پسران کسی دیگر رو فرا خواندن که او به نمایندگی از آنها وارد حوزه اقتصاد بشه. اون شخص شد بابک زنجانی و میلیاردها پول بابک زنجانی بالا کشید به توصیه مجتبی خامنه ای. یکی از نمایندگان مجلس میگفت اسنادی داریم که با فرقون میشه حملش کرد. توصیه هایی است که مجتبی خامنه ای به وزیر وقت اطلاعات داده که راه رو برای بابک زنجانی باز کنید. بابک زنجانی به شکل نمادین و سمبولیک الان در زندانه و پای آقای مجتبی خامنه ای و خود آقای خامنه ای در کاره. شما وقتی وارد همدان میشید، یک دیوار بلندی رو نقاشی کردن از چهره یک سردار. این سردار آدم کشه به اسم سردار حسین همدانی. این در یک مصاحبه مستقیم با یکی از نشریات همدانی مستقیم میگه که من در سال 88 چاقوکش ها و قمکش ها رو در حسینیه ها و مساجد سازماندهی کردم و این چاقوکش ها و قمکش ها رو وقتی مردم به اعتراض می آمدن به خیابان به جان مردم می انداختیم، چرا که علاقمند نبودن که مستقیما نیروی انتظامی یا بسیج چاقوکشی بکنه و مردم رو به هراسانه. پای مستقیم آقای خامنه ای در فاجعه 88 و دستور مستقیم ایشون در کاره. من به آقای دکتر خزعلی گفتم که روحانی یک مترسکی بیش نیست. من دو بار توصیه کردم به ایشون رأی ندید، یا اصلا توصیه کردم که اصلا رأی ندید. سخنان من هست و بسیاری بر من برافروختن که درست در زمانی که مردم میرن که اتحاد داشته باشند، مردم میرن که به یک گزینش محوری دست بیابن، شما این وسط میایید سخن دیگری میگید. من گفتم که روحانی یک چهره اطلاعاتی و امنیتی است. 16 سال بر مستر شورای عالی امنیت ملی بوده. تمامی اتفاقات اطلاعاتی و امنیتی مستقیم میرفته روی میز او. به همین دلیل شما به یک چهره اطلاعاتی و امنیتی نمیتونید اعتماد بکنید. گرچه هر کسی از این صندوق بیرون بیاد خواهناخا منویات آقای خامنه ای رو به اجرا در میاره. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که اصلا رأی ندیم و این بازی رو به نفع آقای خامنه ای بسپریم به ایشون و خودمون بمانیم برای تماشا. امروز بزرگترین نگرانی در چهره ایرانیان، چه روستایی، چه چوپان، چه مهندسش، چه پزشکش، اینه که این اوضاع به کجا می انجامه. من میگم که اگر آقای رئیسی میشد رئیس جمهور، یا اگر یک فرد ابلهی رو از مثلا یک جایی برمی داشتن می کردن رئیس جمهور، اوضاع از این بدتر می شد. همین بود. به همین دلیل من معتقدم که آقای روحانی، نه اصلا در یک شکل عالی ترش، آقای خاتمی در یک هجوم بسیار بزرگ نظارت استصوابی بره کنار، ایشون بیان و انتخاب بشن و رأی بیارن. ایشون هم کاری نخواهد کرد به خاطر اینکه این سیستم یک قفس بسیار بزرگی است که تمام آجرهاش با مفسده آمیخته است. از این قفس با آجرهای آلوده به مفسدش هیچ خیری بر نمی جوشه. دوستان من میخوام یک کم، چون وقتم کوتاهه، یک کم راجع به جاسوس صحبت کنم. جاسوس کسی است که نفوذ میکنه به یک دستگاه، به یک کشور، به یک حوزه عملیاتی و اطلاعاتی رو از اونجا استخراج میکنه به نفع یک کشور دیگر. اطلاعاتی رو میده. مثلا شما نگاه بکنید آقای نتانیاهو 2 تن سند نشون داد که اینها رو از داخل سپاه برده بود. شما فکر میکنید که این سندها توسط مثلا یک جاسوس موبور با عینک دودی مثلا آمده نفوذ کرده تو سیستم سپاه
و مثلا 2 تن سند رو جارو کرده برده. سرداران سپاه جاسوسن که برای اسرائیل بردند. من خودم تو زندان با یکی سردار سپاه که میگفت من جاسوس اسرائیل هستم و به دلیل اینکه لو رفتم یا سوختم خود اسرائیل منو لو داده، الان زندانم، یا منو اعدام میکنن یا 15 سال که بعدم اعدامش کرد. یک جاسوس منافعی رو، اطلاعاتی رو، ریزه هایی از یک خبرهایی رو برای یک کشور میبره که اون کشور دست بالا و دست برتر بر این کشور داشته باشه. بعضیا معتقدن که یک جاسوس چجوری میتونه به بیت رهبری نفوذ بکنه. من میگم که سردارانی که به آقای خامنه‌ای مشاوره میدن چرا نباید جاسوس باشن؟ که مثلا آقای خامنه‌ای رو با یه تحلیل وابدارن که در روز نخست عید نوروز بره توی مشهد و از تریبون مثلا سخنرانیش آنچنان قرار بگی که ما آنچنان میزنیم که حیفا و تلاویف از روی زمین محو بشن. این مسلمه که تحلیل هاییست که برادران سردار سپاه که برای اسرائیل جاسوسی میکنن روی میز آقای خامنه‌ای میگذارن. به همین دلیل با این توصیفاتی که من گفتم، با اطمینان به شما میگم به خاطر تمام منافعی که از ایران به سمت روسیه داره احاله داده میشه، من شخصا با مسئولیت خودم بدون اینکه هیچ اعتنایی بکنم به این موقعیت که بار مسئولیت سخن من بر دوش آقای خزعلی نهاده بشه، با اطمینان میگم آقای خامنه ای کارگزار مستقیم روسیه است، به خاطر اینکه بسیاری از منافع ما رو به پای روس ها ریخته که جدیدترینش دریای خزر بود. یک جاسوس چگونه میتونه منافع کشور رو برای به نفع یک کشور دیگر به استحاله ببره؟ به نظر من آقای خامنه ای هیچ راه گریزی نداره جز این که کارگزار روسیه و اسرائیل. حالا من اسرائیل رو با اغماز میگذارم. آقای خامنه ای چه بلایی دیگه باید سر این کشور بیاره که جاسوس بر او اطلاق نشه؟ آقای خامنه ای چه دیگه باید بکنه با این کشور که او رو همچنان شخصیت پسندیده ای بدانیم؟ آقای روحانی عددی نیست، میاد توی مجلس میگه من قبل از مجلس با رهبر هماهنگ کردم و بعد با نیروهای امنیتی هم به همین شکل. 2 لبه قیچی، یکی بیت رهبری، یکی سپاه، و هر دوشون عملی اسرائیل و روسیه هستن. هر دوشون با اطمینان بهشون میگن، به شما میگن من مرده شما زنده. یک روز خبرهایی آشکار خواهد شد که تک به تک سرداران گنده نام سپاه برای اسرائیل جاسوسی کردند. مگر میشه شما موشک بسازید و در پوشک بمانید؟ این نشان دهنده این هستش که بسیاری از منفذ ها از دست رفته، بسیاری از اراده ها از دست رفته و ما میایم اینجا می نشینیم راجع به رؤیاهای رسولانه و سخنان شیرین و شگفت جناب استاد بادکوبه ای سخن میگیم و این نیازه. ولی من دارم میگم ما یک کشور از دست رفته ایم، یک کشور در قمار باخته شده ایم، دیگران با ما قمار کردند و من اطمینان دارم آقای خامنه ای اسناد و مدارکی به عنوان نقطه ضعف در دست پوتین داره که عملی اونها شده و براحتی برای روسیه کارگزاری میکنه. شما یک نقطه روشن در جمهوری اسلامی نشان من بدید، یک نقطه روشن که من پوز بدم که در این 40 سال به ازای این همه آدمی که کشتند، به ازای این همه آدمی که زندانی کردند، به ازای این همه آدمی که از این سرزمین تاراندند، به ازای این همه فرصتهایی که سوختند، به ازای این همه سرمایه هایی که بالا کشیدند و خوردند و هدر دادند، بگیم که آقا این همه زدیم و کشتیم و بالا کشیدیم که این یک نقطه بدرخشه، ندارن.
شما از تمام آیت الله ها، از بیت رهبری، از بسیجی ها، از همه بپرسید که آقا این همه زدیم کشتیم و میداریم توی کفه ترازو، در این کفه ترازو یک چیز نشان من بدید که من به او ببالم، بگم که آقا زدید کشتید دمتون گرم، لاقل اینجا ادب رو در جامعه نهادینه کردید، انصاف رو، شایستگی رو، پاک دستی رو. درسته وضع اقتصاد ما خوب نیست، ولی مردمان با ادبی شدیم، مردمان اخلاق مندی شدیم، مردمان پاکیز خوی شدیم، درست اندیش و نیکندیش شدیم. این نیست، نه در اقتصاد، نه در کشاورزی، نه در حوزه های علمی. دانشگاه های ما به لحاظ علمی فرو ریختن، نمایشی از داد و ستد علمی رو دست به دست می کنن. به همین دلیل ورود آقای روحانی به مجلس یک مترسکی بود که رفت ادا در آورد، جملاتی رو بر زبان جاری کرد. او کارگزار فردی است که خودش کارگزار روسیه است. جدیدترین سخن آقای خامنه ای در توصیه به دولت مردان اینه که برید با اروپایی‌ها صحبت کنید، ولی مراقب باشید با اتحادیه اروپا به جایی نرسید که وامدار اونها باشید. این سخن دقیقاً سخن پوتینه. پوتین نیاز داره که اروپایی ها رو در تنگنا قرار بده. اروپایی ها به گاز روس ها نیاز دارن و اطمینان داشته باشید من مرده شما زنده، گاز ما رو روس ها خواهند برد و دریای جنوب ما رو هم به چینی ها دادن که یه امتیازی در یک مجامعی از ما دفاع کنن. پوتین آدم زیرکی است، به خاطر نقطه ضعف هایی که از آقای خامنه ای داره او رو در یک تنگناهایی قرار داده و سری کیسه هم شل و راه به جایی میره که این مردم در فردایی به همین نزدیکی با یک ورشکستگی بزرگ روبرو خواهند شد. من گمانم بر اینه عزیزانم، این روزهای در پیش روزهای بسیار حساسی است. ما هر روز چشم به راه برجهیدن یک حادثه ایم، یک خبر ناگواریم، ولی بزرگترین خبر ناگوار بی‌تفاوتی ماست. به خواب رفتن ما در جایی است که اتفاقا باید بیدار باشیم. چشم به راه یک خبر بزرگ باشید برای یک اتحاد بزرگ. ما باید بدون خشونت، بدون دست بردن به مثل سردار همدانی چاقو و قمه و کلت و فلان، عرصه رو بر این نابکاران تنگ بکنیم و شرایطی فراهم بکنیم که اونا بر بستری از نفرت روز رو شب بکنن و شب رو روز. درود باشه. من Please share and like.